چیزی که شنیدید بیانیه سپاه بود، همکاران هم نوارش رو آماده کردن، بد نیست که این نوار رو با همدیگه بشنویم. بیانیه سپاه که خبر کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در جریان حمله هوایی به فرودگاه بغداد رو تایید کرده، ما هم ببینیم و بشنویم. انا لله و انا الیه راجعون. شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی در حمله بالگردهای آمریکایی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی پس از عمری مجاهدت بامداد امروز در حمله بالگردهای آمریکا در فرودگاه بغداد به شهادت رسید و به پاس اجر سالها مجاهدت پر افتخار به دیدار معبود شتافت. بر اساس اعلام منابع هشت و شعبی، نیروهای مردمی عراق در حمله بالگردهای آمریکایی به فرودگاه بغداد، سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، معاون هشت و شعبی به شهادت رسیدند. فرودگاه بغداد پس از این حمله بسته شده است. بیانیه سپاه پاسداران ایران را شنیدید در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران. در ارتباط مستقیم هستیم با دو مهمان برای صحبت در مورد ابعاد مختلف این خبر. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل بین الملل از تورنتوی کانادا با ما هستند و همینطور آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی آمریکا در برنامه حضور دارند. آقایان خوش آمدید به برنامه. با شما شروع کنم آقای آرامش. همین دیروز با شما صحبت می‌کردم در مورد پیامدهای این حمله‌ای که به سفارت آمریکا بوده در بغداد و اینکه حالا با برقراری آرامش و خروج معترضین از اونجا فکر می‌کنید که قدم بعدی آمریکا چه خواهد بود؟ آیا از اقدامی که آمریکا کرده متعجب شدید؟ آدم غیر قابل پیش بینی هست. بعد از اینکه اسلامی پهپاد ایالات متحده رو ساقط کرد، بعد از اینکه حملات موشکی کردن به قول معروف اون مناطق آرامکو، بزرگترین کمپانی نفتی دنیا، به ایالات متحده واکنش نشون نداد، آقای ترامپ عملا برای خودش داشت اعتبار و پوان و اون ژتون اعتبار می‌خرید که اگر اتفاقات بعدی بیفتد ایشون مقابله مثل خواهد کرد، شاید هم مقابله مثل نکنه، مقابله به شدت بکنه. از اون طرف اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد بستگی به سه تا فاکتور داره. فاکتور اول کنش هست، واکنش هست و تبادل آتش. اینکه آقای قاسم سلیمانی الان در عراق کشته شده، بعد از او ابو مهدی مهندس، درسته که ایشون بعد از هادی عاملی شخص دوم هشت شعبی بود، ولی عملا مهمترین شخص از هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی در گروه ها و قوات میلیشای نظامی عراق بود. اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد و واکنش هایی که جمهوری اسلامی نشان خواهد داد با واکنش که مثلا به کشته شدن عماد مغنی یا پسرش جهاد مغنی نشون داد متفاوت خواهد بود. به خاطر همین باید ببینیم کنش، واکنش و تبادل آتش چه خواهد بود. ولی متاسفانه استکاکات اضافه خواهد شد و تنها گروهی که این وسط بازنده خواهم بود متاسفانه مردم ایران خواهم بود. آقای نامور حقیقی، شما ارزیابیتون از واکنش احتمالی ایران چه هست؟ با سلام خدمت شما جناب آقای آرامش و بینندگان و شنوندگان محترم. ببینید، آقای ترامپ قبل از اینکه به قدرت برسه یا بعد از به قدرت رسیدنش هم مطرح میکرد که ما در مورد ایران هر اقدامی که بخوایم بکنیم نخواهیم گفت. یعنی تئوری آقای ترامپ این بود که اقدامهای عملیاتی باید در غافلگیری کامل صورت بگیره. بنابراین با اینکه دو شب پیش پیام صلح داد و گفت که ما جنگ نمیخوایم و ایران هم بیش از هر کشوری دنبال صلح هست و در حقیقت پیام رو به گونه ای داد که آمریکا دیگه نمیخواد افزایش تنش بده در موقعیت منطقه‌ای، و با اینکه تظاهر کنندگان هم از جلوی سفارت خارج شدن، اون هم حتما با گفتگوها و مذاکراتی که میان
ارشد الشعبی و دولت عراق بود و مقامات آمریکایی، اقدام در حقیقت دیشب دولت آمریکا نشون داد که سیاست آقای ترامپ بر مبتنی بر غافلگیری است. این سیاست چند وجه داره. بخش اولش این است که این سیاست بیش از این که مبتنی بر منافع استراتژیک آمریکا با چشم‌اندازهای مشخص در مورد تبعات اقدام باشه، بیشتر بر منافع انتخاباتی آقای ترامپ تکیه داره. خاطر که آقای ترامپ الان با استیضاح در حوزه سیاست داخلی روبروه و در حوزه سیاست خارجی عملا اگر دقت کنیم به جز توافقی که حالا ممکنه با چین در 15 ژانویه امضا کنه، عملا در اکثر موارد سیاست خارجی آقای ترامپ با بن‌بست مواجه هست. چند تا بحران نظامی داره آقای ترامپ در مورد کره شمالی که احتمال آزمایش موشک‌های هسته‌ای داره، در مورد نقش ایران در منطقه و اقدامات چین در دریای جنوبی. به ارزیابی آقای ترامپ این بوده که کم خطرترین و محبوب‌ترین اقدامی که در حوزه سیاست خارجی در حوزه عملیاتی میتونه انجام بده و مخالفین خودش رو به عقب برونه در داخل آمریکا و بتونه متحدین خودش رو پیام مثبتی بده، مسئله ایران بوده، مسئله ایران در عراق بوده و خب این اقدام رو بر اون موضوع انجام داده. نکته بعدی که با توجه داشت این است که اینکه تبعات این اقدام تا چه اندازه منافع استراتژیک آمریکا رو به قول معروف تأمین میکنه. نباید فراموش کرد که در این موارد تجربه نشون داده که میتونه دو طرف اشتباه محاسباتی کنن، تنش ممکنه از حالت عادی خارج بشه و قابلیت کنترل تنش وقتی که خارج بشه، با اینکه رهبران ایران و آمریکا گفتن ما وارد جنگ نمیشیم، اما این اقدام باعث شد که عملاً میشه گفت که امکانات مصالحه و گفتگو و آشتی و یک توافق میان ایران و آمریکا عملاً تا حداقل تا انتخابات آمریکا عملاً به کنار رفت و این ضربه بزرگی به مسئله مصالحه و آشتی هست. نکته بعدی هم این است که فضایی است که میتونه القاعده و داعش از این فضا استفاده کنن. اگه دقت کرده باشید ابو مرزوق که از رهبران القاعده بود، موقعی که کشته شده بود در خونهش، موقعی که نیروهای آمریکا رفتن، یک متنی نوشته بود، دستور عملی، که تهدیدش این بود که تنها در صورتی که میان ایران و آمریکا درگیری ایجاد بشه القاعده میتونه احیا بشه و در حقیقت در این فضاست که اون نیروها میتونن فعالیت خودشون رو افزایش بدن. بنابراین در فضایی که دولت عراق عملا اقدامی که آمریکا کرده طبق گزارش سازمان ملل یک اقدام غیرقانونی بوده، در حاکمیت دولت عراق اجازه نداشته همچین کاری بکنه، اما تبعاتش این خواهد بود که میتونه کمک کنه به رشد مجدد تروریسمی که به هر حال در سوریه و عراق. بله آقای نامحقیقی، اجازه بدید آقای آرامش رو هم برگردونیم به برنامه. آقای آرامش، شنیدید صحبت‌های آقای نامور حقیقی رو در مورد پیامدهای این اقدام آمریکا صحبت می‌کردند که میتونه پیامدهایی لزوماً به نفع منافع ملی آمریکا نباشه. ارزیابی شما از پیامدهای این حمله آمریکا چی میتونه باشه؟ بر اساس ارزیابی‌هایی که وزارت دفاع، وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری و 17 تا به قول معروف سازمان‌های مختلف امنیتی اطلاعاتی ایالات متحده دارند، داعش یک خطر موقت و مقطعی بود برای ایالات متحده، خطر راهبردی برای ایالات متحده خطر جمهوری اسلامی هست و گروه‌های نیابتی اون. حالا اینکه تنش‌ها اضافه بشه در اون شکی نیست، آقای حقیقی درست می‌فرمایند، اما اینکه آقای ترامپ تصمیم بر این گرفتن که بر اساس اون داده‌های امروز در میدان یک عملی بکنند، این بخش کاملا بحث جدایی است. ببینید در روزهای آینده به احتمال خیلی زیاد خبرهای خواهیم شنید که در مورد اینکه قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و افراد مختلف در هشت شعبی مثل قیدخز علی یا هادی عامری، اینها برنامه‌ها و نقشه‌هایی داشتن برای حملات دیگر بر علیه منافع ایالات متحده در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و به خصوص سفارت ایالات متحده در عراق، که سفارت ایالات متحده بغداد و کابل
از مستحکمترین سفارتخانه های در دنیا هستند. مسئله الان اینجاست، جمهوری اسلامی یک هویت ضد آمریکایی، ضد اسرائیلی و ضد استکبار دارند. اینکه این هویت تعریف شده و تبیین شده برای اونها دیگر غیر قابل گذشت هست، یعنی اینکه اگر جمهوری اسلامی بخواد با اینها کنار بیاید دیگه جمهوری اسلامی نیست. از اون ور ایالات متحده هم نمیتونه با این کنار بیاد. به خاطر این دو طرف در یک مسیر برخورد به قول تصادف شاخ به شاخ هستند. اینکه این اتفاق افتاد امروز و وزارت دفاع آمریکا در این چند ساعت اخیر و فرمانده ستاد مشترک ارتش بود ملی این رو تایید کرد، نشون میده که نه تنها ایالات متحده این کار کرده بلکه اون رو تایید کرده و حاضر هم هستن که جواب پاسخهای واکنشهای رو به این کنش ایالات متحده بدن. متاسفانه استکاک بیشتر خواهد شد، اما سوال اصلی اینجاست، آیا این تبعات سیاستهای جمهوری اسلامی است در منطقه، ایالات متحده است در منطقه، یا هر دو؟ اگر هر دو هست اون بحث جداست، اگر جمهوری اسلامی و ایالات متحده هست اونم بحث جداست. مسئله اینجاست که این دو طرف الان به جای رسیدن که فقط شاخ به شاخ شدن نیابتی دیگه برای اونها به جای نمیرسن و متاسفانه به جای رسیده که قاسم سلیمانی کشته شده، ابو مهدی مهندس کشته شده و در روزها و ماها یا هفته های آینده حملات دیگری خواهد شد از طرف، ولی به خصوص چون جمهوری اسلامی قابلیت حمله یا مقابله به مثل کلاسیک رو نداره، از گروه های نیابتی یا حملات نامتقارن استفاده خواهد کرد و از اون طرف ایالات متحده ممکن است متاسفانه این تنش ها رو به خاک ایران بکشن. مسئله اصلی اینجاست، آیا جمهوری اسلامی حاضر هست فشار حد اکثری که بر روش هست، حالا چه موافقیم با این قضیه چه مخالف، و از اون طرف هم الان جمهوری ایالات متحده شمشیر رو از رو بسته، بازم میگم موافقیم با این قضیه یا مخالف، به کجا خواهد انجامید؟ آیا دو طرف خواهند رسید به جایی که بخواهم با هم به یک رو در روی متقابل برسن، یا اینکه نه طرفی که اینجا بازنده این قضیه خواهد بود حاضر خواهد شد به میز مذاکره بیاد و عرضم به حضور شما که در مورد مسائل اکثری به مذاکره بیانجامد؟ بعید میدونم که به مذاکره بیانجامد، به خاطر اینکه اون هویتی که جمهوری اسلامی برای خودش تعبیر و تعیین کرده با تمام منافع ایالات متحده هم در منطقه خلیج فارس هم در خاورمیانه هم در فراتر از خاورمیانه با تضاد مطلق است. خب اجازه بدید همین سوالی که شما مطرح کردید رو با آقای نامور حقیقی در میان بگذاریم، در مورد اینکه بالاخره کار تا کجا بالا خواهد گرفت. آقای آرامش صحبت از خطر برخورد شاخ به شاخ و زیاد شدن استکاک می‌کردن. به نظر شما این تنشی بین ایران و آمریکا که تا همین جای کار هم خیلی بالا بود و حتی در روزهای گذشته بحث این که مثلا خطر جنگ یا درگیری در بگیره توی همین مصاحبه‌ها و تحلیل‌ها مطرح بود، الان که این مقام ارشد نظامی ایران کشته شده، به نظر شما آقای نامور حقیقی این تنش تا کجا میتونه بالا بره و به کجا میتونه بیانجام؟ آیا خطر جنگ هست؟ ببینید آقای آرامش گفتن که آیا اشتباه دو طرف بوده؟ قطعاً اشتباه دو طرف بوده. خود آقای ترامپ میگه که فجیع ترین اشتباه رو در سیاست خارجی آقای بوش انجام داد، به افغانستان و عراق حمله کرد و یعنی اون رو به عنوان فاجعه نام میبره. بنابراین خود اکثر استراتژیست‌های آمریکایی هم معتقدند سیاست‌های آقای جورج بوش در حمله در صدور دموکراسی به عراق و افغانستان عملا با شکست مواجه شده، که خب نتیجه‌اش رو هم خواهید می‌بینیم. یعنی در این سیاست‌ها چه که آقای بوش انجام داد یا حتی در مورد لیبی، دولت آمریکا در همه جای این جایی که حمله کرده و در واقع فیلد استیت درست کرده، دولت‌های بدون اقتدار و دولت‌های شکسته شده، نتایج هم بهشتی بوده برای تروریست‌ها، همین که واقعا مردم عادی و بی‌گناه روزانه قربانی عملیات ترور و انفجار و انتحار شدن و فضا کلا پولاریزه شد. این نکته اول. نکته دوم، سیاست ایران هم در مورد رهبری جهان اسلام و اینکه بیشتر از اینکه منافع ملی خودش تکیه کنه، بیشتر دنبال سیاست‌های تبلیغ در جهان اسلام بوده و اینها، و به خصوص سیاستی که هدفش نهودی اسرائیل، اون هم نقش مخربی داشته در توقیر این وضعیت. بنابراین هر دو طرف بازی اشتباهات استراتژیک کردن. این نکته اول. نکته دوم که آیا این درگیری
چه نتایجی میتونه داشته باشه، تا کجا میتونه بره. ببینید الان آمریکا هم توی عراق هم توی افغانستان با دولت‌های روبروس که این دولت‌ها توان و اختیار لازم ندارن، فضا پولاریزه است و هر دو تا کشور میتونن برن به سمت جنگ داخلی. این یکی، دامنه این جنگ میتونه به کشورهای منطقه هم کشیده بشه. الان یمن هم وضعیت باثباتی نداره، بنابراین شما حداقل سه یا چهار کشور رو دارین که وضعیت باثباتی ندارن. پولاریزه شدن اوضاع وضعیت اونها رو که آمریکا دنبال این هست که در افغانستان صلح برقرار کنه یا در عراق بتونه دولت مقتدر بیاره سر کار که طرفدار غرب باشه، همه اینها رو میتونه دوچار مشکل کنه. این یه نکته. نکته دوم این هست که اگر کشوری تجربه نشون داده در خاورمیانه وارد جنگ و درگیری بشه، به راحتی بیرون نخواهد اومد. بنابراین ایران این ملاحظه رو باید داشته باشه که اگر هر تنشی رو بدون دیدگاه استراتژیک و تصویر بزرگ بخواد انجام بده و وارد هر درگیری نظامی بشه، چه حالا هستا برنده چه بازنده هیچ فرق نمیکنه، این واقعیت وضعیتی خواهد شد که ممکن تا سالیان سال روند توسعه و پیشرفت ایران رو و ثبات ایران رو دچار خدشه کنه. ممنونم از شما آقای حقیقی. نکته سوم اینه که اگر بستگی داره که چه امکاناتی برای دیپلماسی وجود داره، قدرت‌های بزرگ مثل چین و روسیه در این وسط چیکار کنن، یا اروپایی‌ها اگر اونها واسطه یک گفتگوی دیپلماتیک بشن که خب خیلی امکانش کم هست، ممکنه از سطح مخاصمات کم کنه، اما ممکنه سطح مخاصمات و واکنش‌های ایران هم به صورت کنترل شده باشه به گونه‌ای که بره به سمت نشون دادنی که تصویر ایران به عنوان پاسخ رو حفظ کنه ولی وارد جنگ. ممنونم آقای نانوحقی، اجازه بدید یه فرصتی هم به آقای آرامش بدیم، فرصت برنامه تنگ. میخواستم آقای آرامش یه جنبندی کلی در نهایت از شما بگیرم و اینکه آیا فکر میکنید امروز سوم ژانویه روز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران یک نقطه عطفی در وضعیت بین المللی ایران و رویارویش با آمریکا خواهد بود؟ بدون شک نقطه عطفی است، متغیرات منطقه‌ای را تغییر خواهد داد، تغییر خواهد بود در رفتار جمهوری اسلامی و تغییری خواهد بود در مورد واکنش‌های ایالات متحده به کنش‌های جمهوری اسلامی در منطقه. و همونطور که اول برنامه عرض کردم خدمت شما، متاسفانه دودش در چشم مردم ایران خواهد رفت. ممنون از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی آمریکا که از واشنگتن با ما صحبت می‌کردند، و علیرضا نانوحقی تحلیلگر مسائل بین‌المللی که از تورنتوی کانادا در برنامه حضور داشتند. ممنون از حضور میهمانان برنامه. شنونده برنامه ویژه بی بی سی فارسی در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هستید که در جریان یک حمله هوایی در فرودگاه بغداد به کاروان او و فرماندهان گروه هشت شعبی کشته شده است. سپاه پاسداران در بیانیه این خبر را تایید کرده. انا لله و انا الیه راجعون. شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی در حمله بالگردهای آمریکایی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی پس از عمری مجاهدت، بامداد امروز در حمله بالگردهای آمریکا در فرودگاه بغداد به شهادت رسید و به پاس اجر سالها مجاهدت پر افتخار به دیدار معبود شتافت. بر اساس اعلام منابع هشت شعبی، نیروهای مردمی عراق در حمله بالگردهای آمریکایی به فرودگاه بغداد، سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس معاون هشت شعبی به شهادت رسیدند. فرودگاه بغداد پس از این حمله بسته شده است.
بیانیه سپاه پاسداران را شنیدید. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا هم ضمن تایید این خبر تصریح کرده که دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ، رئیس جمهوری و فرمانده کل قوای آمریکا صادر کرده بود و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای هم در واکنش گفته که شریف بهترین آدم ها توسط شریرترین افراد کشته می شوند و هشدار داده که انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است. وزیر خارجه ایران هم این اقدام رو یک حرکت تروریستی توصیف کرده. اجازه بدهید با غسان آشور، کارشناس مسائل عراق صحبت کنیم که از بوستون آمریکا به برنامه ما پیوستند. آقای آشور سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه. یکی از موضوعاتی که خیلی در طول برنامه صحبت شد واکنش هایی که در داخل عراق انتظار میره داشته باشیم، اینکه امروز جمعه واکنش اولیه چه خواهد بود و در دراز مدت حالا پیامدهاش چه خواهد بود. ارزیابی شما از اینکه در عراق چه واکنش هایی خواهیم داشت چیست؟ بله، اینو بگم که اولین واکنشی که ما توقعش داشتیم بود که از طرف دولت و حکومت عراق بود که تا الان یه ندیدیم، با اینکه الان 8 صبح در بغداد هستش و از این حمله حدود 7 یا 8 ساعت میگذره، تا اینجا یک کار هیچ کدوم از مقامات عراقی هیچ صحبتی در این مورد نکردن، نه جمهور، نه نخست وزیر، نه رئیس مجلس، نه حتی مقامات امنیتی، هیچ کدومشون در این زمینه حتی بیانیه ای ندادن. توقع این بود که واکنش داشته باشن، بیان جلوی در واقع تلویزیون بیان صحبت بکنن یا حداقل چی بفرستن، ولی هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. این به نظر میاد که به خاطر این باشه که اینها خودشون هم سرگردان هستن و نمیدونن چه کار باید بکنن. از طرفی بسیاری از اینها نزدیک به ایران هستن، حتی وابسته به ایران هستن با اینکه جزئی از حکومت عراقن. در این حال بعضی از اینها هم روابط خوبی با هر دو طرف آمریکا و عراق دارن و نمیدونن که در واقع چگونه خونش نشون بدن به اتفاقی که افتاده. این اتفاق که در بغداد هم اتفاق افتاده، در واقع نقص کامل حاکمیت عراق از طرف آمریکایی‌ها هستش، و این به طور طبیعی توقع این میره که حکومت یاد علیه این قضیه با آمریکایی‌ها صحبت بکنه، بیانیه بده. با توجه به این که عراقی‌ها الان خواستن دولت آقای عبدالمجید کنترل کاملی در عراق نداره، تا کنترلی بر فضای هوایی هواپیماهایی که رد عبور میکنن هم نداره، و این بسیار سخت است برای اینها که موقفی یا موضع سختی علیه آمریکایی ها بگیرن. از طرف ایرانی اینها فشار خواهند آورد که در واقع موضع سختی بگیرن. اما نظر واکنش مردمی ما میبینیم که در خیابان های بغداد این مردمی که در میدان تحریر همین الان دیروز در واقع شب گذشته رو خوابیدن الان اونجا هستن، اینها بسیار خوشحال بودن. ما شاهد بودیم که روی اینترنت در شبکه‌های اجتماعی هم خوشحالی‌های زیادی از کشته شدن قاسم سلیمانی و حتی المهدی هم یا آقای مهندس ابو مهدی المهندس هم دیده می‌شد. وقتی آمریکایی‌ها از اون پایگاه 8 شعبی رو در انبار نزدیک مرز سوریه زدن، می‌بینیم کسانی که مخالف شعبی هستن، همین کسانی که در خیابان‌ها 8 شعبی و حکومت تظاهر می‌کنند، اینها هم تسلیت گفتن و اعلام کردن که این که ما با اینها مخالف هستیم، ولی اینها این رزمندگان یا این بسیجی‌هایی که اونجا کشته شدن عراقن در هر صورت و ما خوشحال نیستیم اینها کشته شدن. اما الان در مورد آقای سلیمانی و عبدی المهندس این اتفاق نیفتاده و واکنش مردمی به نظر میاد، حداقل اگر خوشحال باشن اعلام مثلا سوگواری هم نکردن. آقای آشور، در مورد رابطه شخص قاسم سلیمانی با گروه های شبه نظامی شیعه عراقی چه میدونیم؟ شخص ایشون چه رابطه ای داشت با این گروه ها، از جمله همین گروه 8 شعبی که ایشون ظاهرا در کنار تعدادی از فرمانده های این گروه کشته شده؟ بله، در واقع بسیاری از کسانی که در
با آقای قاسم سلیمانی روابط بسیار نزدیکی داشتن و به نوعی مخلص ایشون بودن، کسانی بودن که بدون کمک ایران به این مرحله اصلا نمی رسیدن. یعنی کسی مثل هادی عامری مثلا از سالهای سال در ایران زندگی کرد و بدون در واقع حمایتی ها امکان این رو نداشت که در عراق و مثلا جزوی از قضیه سیاسی در عراق یا حزبی تشکیل بشه یا مجموعه تشکیل. اون اول که میخواست کارش شروع کنه به ایران نیاز. در این مرحله اینها همه میتونن مستقل کارشون رو دنبال بکنن، اما همه اینها میدونن که در اساس شروع کارشون بدون حمایت ایران نبوده و به خاطر همین هم که وابستگی اینها به ایران اساسی هستش. آقای خزعلی همینطور هستش، ایشون کسی بود که یکی از کمک‌های آقای مقتدی سعد بود تا این که آقای قدس ایران این به طور مستقل شروع به دادن اسلحه ویشون کرد و حزب خاص خودش رو و میلی خاص خودش رو تشکیل داد. بدون حمایت قاسم سلیمانی ایشون اصلا وجود نداشت. برای اینها از نظر وجودی خودشون رو وابسته به ایران و خاصتا شخص قاسم سلیمانی میدید. روابط اینها روابط مریدی بود به نوعی و ایشون رو بزرگتر خودشون میدونستن. وابستگی اینها وابستگی فقط مالی یا سیاسی نبود، بلکه اصولا وجودی بود. بدونشون اینها وجود نداشتن در عراق به عنوان سیاستمدار یا به عنوان کسانی که در رأس میلیشیا قرار گرفته باشن. آقای آشور، در مورد اینکه به اصطلاح اشاره شده که ممکن شرایط در عراق در هم بریزه و اشاره کردید که دولت عراق سکوت کرده و نمیدونه که در واقع چه کار باید بکنه در این شرایط، در صورتی که شاهد به هم ریختن اوضاع و به اصطلاح پیامدهای شدیدتری در عراق باشیم در پی این اتفاق، عملا چه کسی کنترل اوضاع رو داره؟ حرف و موضع چه کسی میتونه تعیین کننده باشه در این که عراق چه مسیری رو طی کنه؟ مثلا آیت الله سیستانی یا چه کسان دیگری فکر میکنید؟ بلکب سیستانی اگر فش گوش داده میشد که اصولا حکومت تغییر کرده بود و کسی دیگه الان در رأس حکومت قرار داره، حرفشون بهش گوش داده بودن که این میلیشیا ها این دخالت نمی‌کردن و 400-500 نفر هم در خیابان‌های بغداد کشته نمی‌شدن. البته می‌بینیم که آمریکایی‌ها خاصتاً که نیروی بسیار قوی در صحنه عراق هستن، اصولاً تمایلی به گوش دادن به حرف کسی ندارن و حرف خودشون رو می‌زنن. همین حمله هم کردن کل اون قوای دیگه از جمله سیستانی رو به واقع به یک طرف انداخته. قدرت آمریکا در این که بتونه هر لحظه هر کسی رو در عراق کشه نشان دهنده این هستش که همه بقیه کسانی که نفوذ دارن نفوذشون بسیار کمتر از آمریکا در این مرحله. الان امید عراقی ها این هستش که عاقلان عراقی، کسانی مثل مقتدی سعد مثلا یا آقای حیدر آبادی، همچنین رئیس جمهور عراق آقای صالح مثلا، بعضی از قوای سنی بیان، اینها با هم جمع بشن و بتونن یک تکنوکرات رو به قدرت بیارن که بتونه بدون تأثیر ایران، بدون تأثیر مورد قبول مردم عراق باشه، به نوعی قدرتش رو از مردم بگیره که بتونه وضعیت رو در عراق در واقع جمع و جور بکنه. با توجه به دخالت ایران، با توجه به وضعیت هشت شبی و تظاهراتی که وجود داشت، وضعیت قبل از این حمله هم بسیار بد بود. الان با این حمله و توجه اینکه اعتبار کسانی مثل سلیمانی، مهندس، همچنین خزعلی و غیره این رهبران میلیشیاها بسیار کم شده، عراق احتیاجی بسی داره که بتونه عاقلانه بیاد از این وضعیت اینا رو خارج بکنه. به خاطر اینکه الان ایران احتمال زیاد میخواد جواب آمریکایی ها رو بده و غیر از عراق جایی وجود نداره که اینها بیان جواب بدن. آمریکایی ها هم نشون دادن ظرف این دو هفته گذشته با این دو حمله ای که شده، نشون دادن که در واقع آماده هستن که در عراق هر کسی رو بزنن، با این در واقع به جنگ برن. برای این عراقی ها کسانی هستن که ضرر اصلی رو میبینن، ایرانی هستن، آمریکایی ها نیستن، بلکه عراقی ها هستن. ممنونم از قسان